همراه میشیم با همکارم آرش علایی در استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن. آرش، تا جایی که میدونم امروز قرار هست وزرای خارجه آلمان و آمریکا در کاخ سفید دیداری داشته باشن. پیش از هر چیز یک جزئیاتی از این دیدار اگر منتشر شده برای ما بگو. نشریه فارین پالیسی نزدیک یک ساعت پیش یک گزارش نوشت در مورد دیدار رو در رو و گفتگوی وزیر امور خارجه آلمان خانم آنالینا رودبلاک و آقای انتونی بلینکن، و این اولین سفر ایشون هست به واشنگتن دی سی در مقام وزیر خارجه آلمان. فارین پالیسی میگوید که به خاطری که خانم آنالینا بیرباک یک عضو جوان حزب سبز ها هست در کابینه اولاف شولتز در اعظم جدید آلمان، آمریکایی ها امیدوارند که بتونن در این ملاقات وزن سیاسی اینشون رو بالا ببرن، به خاطر که معتقدن که سبز ها در مواجهه با روسیه و چین خیلی برنامه جدی تری دارن از خطر چین و روسیه. به نظر اون چیزی که نشریه فارین پالیسی نوشته، حزب سبز ها آگاه تر هست از خطر روسیه و چین، و دولت بایدن خیلی اعتماد نداره به صدر اعظم آلمان اولاف شولتز، به خاطری که از حزب سوسیال دموکرات میاد، ایشون حزبی که به صورت سنتی نزدیک تر هست به روسیه، و الان هم در این گفتگوی رو در رو یکی از مسائلی که قرار راجبش صحبت بکنن مسئله گفتگوهای اتمی ایران هست، ولی تمرکز گفتگوها روی مسئله روسیه و اوکراین خواهد بود، و آقای بلینکن سعی خواهد کرد که در این ملاقات خودش با وزیر خارجه آلمان به نوعی استفاده کنه از شخصیت سیاسی او برای اینکه بتونه توجه اتحادیه اروپا رو بیشتر به خطر روسیه متوجه کنه. میدونیم ده ها هزار سرباز روسیه الان در مرز اوکراین هستن با نفربرهای زرهی خودشون. روسیه هم از اون ور میگوید که نگران گسترش ناتو به سمت مرزهای غربی خودش هست. آرش، روز گذشته یک سوالی پرسیده شد از سخنگوی کاخ سفید درباره اظهارات ابراهیم رئیسی در مورد در واقع قصاص عاملان کشته شدن قاسم سلیمانی. پاسخ که جن ساکی داد رو به ما بگو از تو بشنویم. بله، خانم جن ساکی، البته خب ایشون در این مدت هاست که در دوره اوباما هم سخنگوی کاخ سفید بوده، بسیار در این کار قهار هست، به طور مستقیم پاسخ نداد. فردا در اینجا در ایالات متحده سالگرد حملات طرفداران منسوب به دونالد ترامپ به کنگره آمریکا است و جو واشنگتن متشنج است از لحاظ سیاسی. در همین قالب هم خبرنگاران سوال کردند در قالب دعواهای سیاسی که الان بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان هست. از خانم ساکی پرسیدند که تهدید شده رئیس جمهوری آمریکا و وزیر امور خارجه سابقش مایک پمپو، و خانم ساکی مستقیما پاسخ نداد. همونجوری که گفتم، گفتش که الان رابرت مالی از طرف وزارت خارجه آمریکا مسئول مذاکره با ایرانی هاست و ایرانی ها هم در مذاکرات خودشون الان دارن مسائل دیگری رو مطرح میکنن، نه صحبت های ابراهیم رئیسی. بنابراین خانم ساکی گفتش که کاخ سفید در واقع به این حرفا اهمیتی نمیده. ممنون از توضیحات همکارم آرش علایی از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن با ما همراهی میکرد.